برنامه را با چند خبر کوتاه پی می گیریم. جاسپریت کاور که اکنون به نام زینب شناخته می شود با علی ارسلان از منطقه سیالکوت پاکستان ازدواج کرده است. این دختر که شهروندی آلمان را هم دارد در ایالت پنجاب هند به دنیا آمده است. پیوند بین زینب و علی ارسلان در جریان سفر این دختر هندی الاصل به پاکستان برای زیارت مذهبی انجام شد که از 16 ژانویه آغاز شد. به خانم زینب که دارای پاسپورت هندی هم می باشد تا 15 آوریل ویزای یک بار ورود اعطا شده است. گفته شده زینب و علی ارسلان زمانی که در خارج از کشور بودند با هم آشنا شدند که منجر به دعوت ارسلان از وی برای بازدید از پاکستان شد که در نهایت به ازدواج آنها منتهی شد. پاسارگاد، تخت جمشید و نقش رستم سه میراث به یادگار مانده از ایران باستان به دلیل پیامدهای فرونشست زمین در معرض خطر جدی نابودی و تخریب قرار گرفتند. کارشناسان میگویند کاهش بارندگی، خشکی تالابها، استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، فقدان الگوی کشت مناسب و مدیریت ناکارآمد منابع آبی پدیده فرونشست زمین را در دشت‌های استان فارس و به خصوص شهرستان مرو دشت تشدید کرده تا آنجا که در محوطه‌های آثار باستانی این استان فرونشست‌های 15 تا 20 سانتی متری زمین مشاهده می‌شود. در اطراف نقش رستم و تخت جمشید فروچاله‌هایی به وجود آمده است. بر اساس یک تحقیق در آمریکا، گروه‌های دست راستی در آمریکا همچنان مشغول قتل‌های فرقه‌ای و افرادگرایانه هستند. به گزارش آکسیوس، بر اساس داده‌های جدید، قتل‌های مرتبط با افرادگرایی در سال 2023 برای دومین سال متوالی کاهش یافت، اما خطرات خشونت افراطی همچنان بالاست و تهدیدات تروریسم داخلی نیز افزایش یافته است. برتری‌گرایان سفیدپوست با اکثریت قاطع 88% مسئول قتل‌های مربوط به افرادگرایان در سال‌های گذشته بودند. پیش از این گزارش نهادهای تحقیقاتی نشان داده بود که افزایش کلی جنایات ناشی از نفرت به شهرهای بزرگ آمریکا هم گسترش یافته است. مقام‌های بهداشتی نیجریه روز چهارشنبه از افزایش تعداد قربانیان تب لاسا در ایالت جنوبی نیجریه از ابتدای سال تا کنون به 14 خبر دادند. این تعداد قربانی از میان 29 مورد ابتلا به این بیماری که تا روز سه‌شنبه ثبت شده رخ داده است. مقام‌های بهداشتی همچنین خاطر نشان کردند که موارد ابتلا به تب لاسا افزایش یافته و از ابتدای سال تا کنون حداقل 110 مورد مشکوک به این بیماری در این منطقه ثبت شده است. به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری نیجریه در سال 2023 هم حداقل 219 مورد مرگ از 1227 مورد تایید شده تب لاسا ثبت شده است. بنگلادش در برابر درخواست‌های فزاینده برای پذیرش بیشتر روهینگیایی‌ها از میانمار مقاومت می‌کند. داکا می‌گوید نمی‌تواند از پس هجوم آوارگان دیگری برآید، چرا که در حال حاضر میزبان بیش از 1 میلیون روهینگیایی است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و شرکای این سازمان بر حمایت از بنگلادش متعهد شدند تا غیر نظامیان فراری از درگیری‌ها در میانمار شامل روهینگیایی‌ها و غیر روهینگیایی‌ها به امنیت دسترسی پیدا کنند. بر اساس عقیده این تحلیلگران هیچ شانسی برای بازگشت آوارگان بدون آنکه رژیم فعلی تغییر کند جهت برقراری صلح در میانمار وجود ندارد. یک تحلیلگر امنیتی و سرتیپ بازنشسته در بنگلادش پیشنهاد کرد که بنگلادش باید از صلیب سرخ بین المللی بخواهد که برای ایجاد یک منطقه امن برای اتباع میانمار تلاش کند تا آنها مجبور به فرار به سمت بنگلادش نباشند.